سلام، این قسمت میخوام بهتون روش تبدیل VSD2 و VSD3 رو به فرمت AAX توضیح بدم که بتونید داخل نرم افزار پرو تولز از VSD و پلاگین هایی که قبلا داشتید و فرمت AAX یا X ندارن رو بتونید به راحتی استفاده کنید. البته یک پروسه طولانی و زمانبریه و هرچی تعداد VSD هایی که میخواید تبدیل کنید بیشتر باشه، این زمانی که میبره طولانی تر میشه. من حالا توی این آموزش 2-3 تا رو تبدیل میکنم و حالا شما میتونید با همین روش تمام VSD هاتون رو تبدیل کنید برای استفاده در پرو تولز. ببینید، من داخل پرو تولز تو قسمت اینسترومنت ها که هیچی ندارم، تو قسمت افکت هم همین دوتا رو دارم، یعنی یه دونه لیمیتر فیلتره، یه دونه از اسلید دیجیتاله. شما برای اینکه بیاید تبدیل کنید حالا VSD ها یا پلاگین هاتون رو برای پرو تولز، باید یک نرم افزار دیگه داشته باشید به اسم ترانس VSD که این نرم افزار رو نصب کردید میاد توی این مسیر به صورت پیش‌فرض: سی پروگرام فایل شوگر بایتس ترانس VSD. البته اگر ویندوزتون 64 بیتی هست و پرو تولزتون هم 64 بیتی هستش. بعدش میاید این ترانس VSD رو اجرا میکنید، دیگه پرو تولز رو میبندیم، ترانس VSD رو اجرا میکنیم، فولر VSD و پلاگین هامون رو معرفی میکنیم. اینجا حالا هر چند تا که هست، من یه دونه رو اومدم معرفی کردم، اسکن میکنید، این میاد VSD و پلاگین هاتون رو همه رو اسکن میکنه و بهتون اینجا نشون میده. توی این قسمت جلوش چند تا چیز نوشته که ما با این آخری کار داریم. اونهایی که yes هست یعنی فرمت پرو تولز رو داره، اونهایی که no هست یعنی نداره و باید بیایم اینها رو تبدیل کنیم. حالا میاییم ما اینجا یه دونه رو انتخاب میکنیم، مثلا یه دونه اینسترومنت فور فرونت رو بیاییم انتخاب کنیم و روش ورپ میزنیم. ببینید، وقتی ورپ میزنید یک فایلی میاد توی این مسیر ایجاد میشه: پروگرام فایل x86 کامون فایل توی قسمت اوید آدیو پلاگین این قسمت. ببینید الان ما اینجا فورفونت رو نداریم، ترو پیانو فورفونت، این رو ورپ میزنم، بلا فاصله اینجا میاد اضافه میشه ترو پیانو. بعد این رو کات میکنید، میارید توی مسیر سی پروگرام فایل کامون فایل اوید آدیو پلاگین توی این قسمت، میاید اینجا پیست میکنید. بعد از اینکه پیست کردید، میاید یک بار دیگه این رو باز میکنید توی یک پنجره جدید، میرید اون قسمتی که ترانس VSD بود، جایی که این نرم افزار نصب بود، سی پروگرام فایل شوگر بایت. میایم توی اینجا، ببینید با این کار داریم ترانس VSD فیکسر. میام این رو باز میکنم، میرم داخلش، این رو باید بیاریم داخل این ترانس VSD فیکسر. یه اینتر میزنید، میبینید که یک پوشه دیگه اومد، این رو کات میکنید و میارید سر این یکی، پیست میکنید و ریپلیس میزنید. دیگه اگر خواستید میتونید این پوشه رو پاک کنید. الان من اگر پرو تولز رو باز کنم، این دیگه به پرو تولز اضافه میشه. شما اگر 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا VSD هم داشته باشید، بعد این کار رو برای همشون انجام بدید تا به پرو تولز اضافه بشن. میبینید که توی قسمت اینسترومنت ها اومد، تستش کنیم،
میام توی قسمت میدی ادیتور. همونطور که میبینید این الان صداشو میده و میتونید بیاید ازش استفاده کنید.